بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه نصر تیوی. با ادامه صحبت هم در مورد وجود نشانه ها و یافتن نشانه های آقا حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل در خدمت شما هستیم. حضرت ابراهیم و حضرت موسی رو و ماجرای حضرت داوود رو عرض کردیم. در جلسات قبل رسیدیم به کتاب اشعیای نبی باب 42. در کتاب اشعیای نبی هم اشاراتی هست به فرزندان اسماعیل که اینها قدرت رو به دست خواهند آورد. حضرت اسماعیل فرزندانی داشته که میدونیم 12 پسر نقل کرده تورات از او، که دومین پسر ایشون قیدار هست، قیدار یا هیدار که در زبان عربی میشه هیدر. نکته ای که در اینجا وجود داره و باید مد نظرمون باشه اینه که تمام سلاله پیامبر، اجداد پیامبر از نسل قیدار هستند که در عربی عرض کردم یا هیدار گفته میشه، حتی قیدار هم گفته شده. من براتون آیات رو انتخاب کردم، حتما باب 42 از آیه 1 رو خودتون بخونید. من فرصت ندارم، اینجا فرصت نداریم برنامه اینو بخونیم. من فقط باب از آیه 10 و 11 رو برای شما قرائت میکنم. ای شما که به دریا فرود میروید و ای آنچه در آن است، ای جزیره ها و ساکنان آن، سرود نو را به خداوند و ستایش وی را از اقصای زمین بسرایید. صحراها و شهرهایش و قریه هایی که اهل قیدار در آنها ساکن باشند آواز خود را بلند نمایند. خب این وعده میشه، داده میشه که اینها به صدای خودشون رو بلند میکنن و نعره خواهند زد و دشمنان خودشون غلبه خواهند بود. خدا مثل جبار بیرون می آید و مانند مرد جنگی غیرت خیش را برمی انگیزاند، فریاد کرده نعره خواهد زد و بر دشمنان خیش غلبه خواهد نمود. میگه از فرزندان قیدار فریاد خدا رو شما خواهید شنید که بر دشمنان غلبه می‌یابند. حالا قیدار کیست؟ ما میگیم فرزندان اسماعیل، اما شاید شما بیننده محترم بگید آیا سندی در تورات هم داریم برای این مبنا؟ میگیم بله، کتاب پیدایش باب 25 آیه 13 و این است پیدایش اسماعیل پسر ابراهیم که هاجر مصری کنیز سارا برای ابراهیم زایید، و این است نامهای پسران اسماعیل موافق اسمهای ایشان به حسب پیدایش ایشان، یعنی به نوع ترتیبی که بوده، یعنی اول نخست زاده تا دوازدهمین فرزند. نخست زاده اسماعیل نبایوت، بعد و قیدار. پس پسر دوم که بوده قیدار، و ما میدانیم که حضرت محمد از نسل قیداره. قشنگ در آیه قبلی اگه خاطرتون باشد اشاره شد که اهل قیدار ساکن اون منطقه میشن و خدا فریاد خودش رو از طریق اونها خواهد زد. و این خیلی نکته عجیبی است که اشاره میشه که جنگ‌هایی را خواهد داد و در میان بنی قیدار، فرزندان قیدار، جنگ‌هایی در گرفت و خداوند با اونهاست و از طریق اونها نعره خواهد زد و اون منطقه رو خواهد گرفت. نکته خیلی خیلی عجیب که وجود داره، میدونید که یهودیان در شمال مدینه تیمان ساکن شده بودند. در شمال مدینه اینها قلعه درست کردن به اسم خیبر. زمانی که امام اول، گفتیم پروفت محمد و 12 امام بودند، امام اول یعنی علی حمله میکنه، هیچ کس نمیتونه قلعه خیبر رو بشکنه. وقتی حمله میکنه نام دوم امام علی حیدره، لقب او حیدره که مادرش برای او گذاشته، در تاریخ آمده. وقتی قلعه رو فتح میکنه به عنوان فرمانده، اون کاهن بزرگ و خاخام بزرگ یهودی میگه که این فرد اسمش چیست؟ میگن ایلیا، علی. او میگه که نخیر، طبق پیشگویی های ما اومده کسی که قیدار نام داره میتونه ما رو شکست بده. احتمالاً این پیشگویی هایی که میگفته به همین آیات اشاره داشته و اونها اعراب میگن بله، نام این او حیدر هست، حیدر یا همون قیدار. و این خیلی عجیب با امام اول هم همخوانی دارد. نکته دیگه که من خوبه برای شما اشاره بکنم کتاب حبقوق نبیه. حبقوق میدونید پیامبری است که در ایران دفنه، در شهر تویسرکان. خوبه بدونید در حدود 15 سال پیش در یک اتفاقی که افتاد، یک عده یهودی دیواری رو خراب میکنن در کنار قبر ایشون. پیکر این پیامبر الهی بعد از 2500 سال سالم بیرون میاد. فیلم این اتفاق وجود دارد، یعنی از این پیکر فیلم برداری ها هم شده است که در دست
مردم ایران، حکومت ایرانه و فعلا انتشار نداده است و مسلمانان به زیارت این پیامبر الهی میرن، او رو قبول دارند و امام هشتم از اون 12 امام به نام امام رضا در بحثی که با یک مناظره‌ای که با یک فرد خاخام یهودی داره به همین کتاب اشاره میکنه. در این کتاب، کتاب حبقوق نبی باب 3 آیه 3 رسمن باز ما همین مطلب رو میبینیم. اگر اجازه بدید من تورات خودم رو آماده بکنم تا برای شما از رو بخونم. کتاب حبقوق نبی باب 3 آیه 3. بله، ای خداوند عمل خیش را در میان سالها زنده کن. در میان سالها زنده کن، میگه خدا اون عمل خودت رو زنده کن، اون وعده‌ای که دادی رو زندش کن، الان وقتشه. در میان سالها آن را معروف ساز و در حین غضب رحمت را بیاور. میگه در این غضبی که دیگه بر مردم کردی و وقت اونه که رحمت رو بیاوری. خدا از تیمان آمد و قدوس از جبل فاران. صلات، دوباره کلمه صلات استفاده شده. جلال او آسمان ها را پوشاند و زمین از تسبیح او مملو گشت. این آیات رسما اشاره میکنه که بنابر انجیل هاستینگ دیکشنری آف دی بایبل، تیمان واهی و منطقه در شمال مدینه است. بعد میگه قدوس از فاران آمد و این وعده الهی بود که سخن خدا زنده شه. ما اثبات کردیم فاران یعنی مکه، همون منطقه‌ای که اسماعیل اونجا ساکنه، و همه میدونیم پیامبر از مدینه حرکت خودش رو شروع کرد، در مدینه اول حکومت رو تشکیل داد، بعد به منطقه فاران آمد و این وادی تیمان کاملا چی شده؟ اشاره شده. در کتاب محضر شهود فی رد الیهود صفحه 88 که یک خاخام یهودی که مسلمان شده نوشته، رسما اعتراف میکنه، میگه که 100% این قسمت تماما با حضرت محمد تطابق داره و با هیچ کس دیگه نمیتونه تطابق داشته باشه. اشاراتی که به مکه شده، اشاراتی که به مدینه شده. خوبه بدونید بعضی از یهودیا تیمن اومدن تی اولش رو حذف کردن که اینو بکنن یمن، که بگن یک منطقه دیگه. البته یمن هم در عربستان جنوب عربستان کنونی است، چندان فرق نمیکرد، اما با این شیطنت ها میخواستن حقیقت رو وارونه جلوه بدن که موفق نشدن. خوبه باز یک اشاره دیگه بکنم. در کتاب اشعیای نبی باب 21 آیه 11 به بعد رو براتون میخونم. ای دیدبان از شب چه خبر؟ دیدبان میگوید که صبح میآید و شام نیز. اگر پرسیدن میخواهید بپرسید و بازگشت نموده بیایید. وحی درباره عرب است. قشنگ اشاره میکنه که وحی در مورد کیه؟ عربه. و اینم دیگه پیامبر محمد از نسل اعرابه. از این واضح‌تر من نمیدونم چه باید باشه که یک نفر بخواد بپذیره. ای قافله ها در جنگل عرب منزل کنید، ای ساکنان زمین تیمان. دوباره باز اشاره شده به چی؟ شمال مدینه. تشنگان را به آب استقبال کنید و فراریان را به خوراک ایشان پذیرا شوید. در آیه 16 میگه زان رو که خداوند به من گفته است بعد از یک سال موافق سالهای مزدوران تمامی شوکت قیدار تلف خواهد شد و بقیه شماره تیراندازان و جباران بنی قیدار قلیل خواهند شد، چون که یهوه خدای اسرائیل آن را گفته است. اینجا یه سوال پیش میاد، میگه از بین فرزندان قیدار عده‌ای هستن که جبارند، جنگجو هستند و اینها از بین خواهد رفت. چه موقعی؟ وقتی که وحی درباره عرب بیاید. نکته جالب میدونید، پیامبر وقتی اعلام کرد پیامبری خودشون رو، بیشترین دشمنی با پیامبر توسط خانواده خود او و از قبیله خود او شد. عموهای پیامبر مثل ابو لهب، ابو جهل در مقابل پیامبر ایستادند و اینها هم فرزندان قیدار هستند. جنگ بر علیه پیامبر به جنگ برخواستند، بدر، احد، خندق و قتل پیامبر رو داشتن، کشتن پیامبر رو داشتن، تعداد زیادی از مسلمانان کشته شدن، اما نهایتا اینها شکست خوردن. پس از فتح مکه عملا اسلام پیروز شد و اینها از بین رفتن و اینجا میبینیم خداوند میفرماد مزدورانی که در قیدار هستن، از فرزندان قیدار هستن، شوکتشون تلف خواهد شد، از بین خواهد رفت. بقیه شماره تیراندازان و جباران بنی قیدار قلیل خواهد شد، چون که خدا اون رو وعده داده بوده. باز میبینیم حتی به جنگ های صدر اسلام هم اشاره شده. خب این خیلی واضحه،
در کتاب اشعیای نبی باب 42 میگه صحرا و شهرهایش و قریه‌هایی که اهل قیدار در آن ساکن باشند سخن خدا رو خواهند شنید و آواز خداوند رو خواهند شنید، که این هم باز عرض کردیم. در کتاب اشعیای نبی باب 28، من اینها رو ببخشید تونتون میگم چون میخوام این جلسه کتاب اشعیای نبی رو بحثش رو جمع بکنیم و در جلسات بعدی به کتب دیگر بپردازیم. خیلی نکته جالبی است. آیات باب 28 آیه 10 تا 13 خداوند میفرماد: زیرا که حکم بر حکم و حکم بر حکم، قانون بر قانون و قانون بر قانون، اینجا اندکی و آنجا اندکی خواهد بود. زیرا که با لبهای الکن و با زبان قریب با این قوم تکلم خواهد نمود، که به ایشان گفت راحت همین است، پس خسته شدگان را استراحت دهید و آرامی همین است، اما نخواستند که بشنوند. و کلام خداوند برای ایشان حکم بر حکم و حکم بر حکم و قانون بر قانون و قانون بر قانون، اینجا اندکی و آنجا اندکی خواهد بود، تا بروند و به پشت افتاده منکسر گردند و به دام افتاده گرفتار شوند. نکته بسیار عجیب و شگفت‌آوری است. اشاره می‌کند به اتفاقی که خواهد افتاد و خداوند احکام و قوانین خودش رو آرام آرام اینجا و آنجا نقل خواهد کرد به زبان پیامبری، که از نگاه عبری ها این زبان الکن است. خوبه بدونید عبری ها و عربی ها ریشه یکسان دارند. عبری ها عربی رو متوجه نمی شوند و عرب ها هم عبری رو متوجه نمی شوند، اما کلمات مشترک ریشه ای بسیار زیادی دارند. خداوند هم اشاره میکنه زبان الکن، یعنی یک مقدارش هم میفهمی یک مقدارش رو نمیفهمی. و نکته دیگه، این وحی ریز ریز خواهد آمد، بخشی اینجا و بخشی جای دیگر. و دقیقاً می‌دانیم در طول 23 سالی که خدا کلام خودش را در دهان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گذاشت، او اینجا و آنجا، بخشی در مدینه بخشی در مکه و در حالات مختلف بر او وحی نازل شد و او احکامی که منتظر بودن رو خدا آورد. اما نکته جالب پیش بینی که کتاب اشعیای نبی کرده، میگه اما نخواستند که بشنوند، نمیگه نشنیدند، میگه نخواستند که بشنوند، یعنی دنبال حقیقت نرفتند، چون همان سخنی بود که برای آنها آورده بود. و این باز هم شما میبینید با ماجرای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همخوانی دارد. اگر اجازه بدید بقیه موارد رو ما در جلسه دیگه و بعدی خودمون خدمت شما عزیزان عرض کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.